شهرت رو چطور تعریف میکنید؟ چهرهای معروف یا در واقع سلبریتی چه کسانی هستند و آیا این تعریف طی دهه ها یکسان مونده یا در امتداد تکنولوژی و نرم های اجتماعی تغییر کرده؟ نمایشگاه جدیدی در موزه ملی پورتره آمریکا با ارائه پورتره های از چهره های محبوب مردم آمریکا به این سوال ها پاسخ میده و تعریفی دوباره از واژه شهرت رو برای تماشاگر بازگو میکنه. موزه ملی پورتره در واشنگتن در خزانه اش بیشتر از 21,000 تابلوی عکس و نقاشی، پوستر و مجسمه پورتره دارد و هر ساله به این تعداد می افزاید. نمایشگاه آی پاپ سلبریتی گیز شامل جدیدترین آثاری است که به کلکسیون موزه افزوده شده. عکس، نقاشی، مجسمه و ویدیوهایی از چهره‌های مشهور یا سلبریتی در آمریکا. اما به گفته دورثی ماس از متصدیان نمایشگاه، شاید نه آن چهره های معروفی که فکر می کنید، بلکه چهره هایی که باعث شوند مردم به گونه ای منتقدانه به واژه سلبریتی یا شهرت بیاندیشند. We chose 53 portraits that speak to the status of celebrity right now. 53 پورتره رو انتخاب کردیم که مفهوم شهرت رو مطرح می‌کنند. در این نمایشگاه معنای واژه شهرت با چهره‌های مشهوری که توی مجله‌های مثل پیپل می‌بینیم یکسان نیست. اینجا به چهره‌های مشهور در زمینه‌های متفاوت اشاره میشه که بعضی‌هاشون رو در نگاه اول می‌شناسین و بعضیا ممکنه اصلاً براتون آشنا نباشند. مثلا مشاهیر دنیای علم و صنعت، چون که چهره اونها روی جلد مجله ها یا اینترنت چاپ نمیشه. امید ما اینه که بازدید از این نمایشگاه یک دیالوگ میان نسلی به وجود بیاره. به گفته خانم ماس، شهرت این روزها جایگاه متفاوتی در جامعه پیدا کرده. In this media age where we are all using social media، در عصر رسانه‌ای که همه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، معنا و مفهوم شهرت به سرعت در حال تغییره. این روزها تقریباً هر کسی می‌تونه مشهور بشه. امید ما اینه که بازدید کننده ها هنگام راه رفتن در این نمایشگاه به این مفهوم با دید عمیق‌تری فکر کنند. با دوروثی ماس به داخل نمایشگاه می‌رویم تا ببینیم تعریف برپا کننده های این نمایشگاه از واژه شهرت چیست. So I want to show you our newest portrait in the exhibition. This is a portrait of Brad Pitt. میخوام جدیدترین تابلوی پورتری نمایشگاه رو نشونتون بدم. پورتری از براد پیت، از هنرمند ایرلندی کالین دیویدسون. براد پیت یکی از کارهای کالین دیویدسون رو روی جلد یه آلبوم دیده بود. به اون زنگ زد و ازش خواست که بهش نقاشی یاد بده. اونا ساعتها رو با هم در استودیوهای نقاشی در انگلیس و ایرلند گذروندن و با هم در مورد هنر نقاشی بحث کردند. این نقاشی غیر عادیه، چون با اون براد پیتی که همیشه میبینیم فرق داره و هنرمند با برداشت خودش اون رو کشیده. So this is our gallery devoted to architecture and science. We really wanted to talk about innovators. این گالری به معماری و علم اختصاص داده شده. اینجا در مورد مبتکران صحبت می‌کنیم. مشاهیر پشت ابتکارهای تکنولوژیکی چه کسانی هستند؟ این اثر یک پورتری جدید سفارش داده شده است از مایا لین، معمار و مجسمه‌سازی که بنای یادبود جنگ ویتنام را طراحی کرد. او از دوستش کارن ساندرز، هنرمند آلمانی که در زوریخ زندگی می‌کنه، خواست تا پورتری از اون بسازه و او از شیوه خلق مجسمه سه‌بعدی که خودش اختراع کرده برای این کار استفاده کرد. از دیگر آثار این بخش پورتری کسانی را می‌بینیم که چهره‌شان اصلاً شناخته شده نیست، اما کمتر کسی با دستاورد آنها ناشناست. بنیانگذاران شرکت گوگل. این هم یکی دیگر از کارهای سفارشی و جدید موزه هست و اولین باریه که به نمایش گذاشته میشه. یک پورتری ویدیویی از اسپرانزا اسپالدینگ، موزیسین جوان جاز. در این ویدیو داره به ترانه تارده از وین شورتر گوش میکنه. ضبط سال 1978. موسیقی بخش مهمی از پورتری هست. هنرمند از اسپرانزا خواست که روی یک تخت دراز بکشه و آهنگی رو انتخاب بکنه که براش معنا و اهمیت شخصی داره.
چون می‌خواست واکنش احساسی اون رو به موسیقی ثبت بکنه. فرق این پورتری ویدیویی با دیگر پورتری‌ها اینه که ریزترین جزئیات سوژه رو نشون میده، حتی بافت پارچه لباسش یا ضربان قلبش رو. و اما چند اثر پورتری با پیام‌های انتقادی. This screen print with hand-applied rhinestones is by artist Michelaine Thomas. این عکس چاپی از اوپرا وینفری با سنگ‌های شیشه‌ای تزیین شده. میکلن توماس، هنرمند، با این کار بر جلال و شکوه و گیرایی این شخصیت تلویزیونی تاکید کرده. این پورتری سفارشی نیست و یک اثر انتقادی هست نسبت به نگاه جامعه به مشاهیری همچون اوپرا که گویی برتر از مردم عادی هستند و به بت تبدیل می‌شوند. یک اثر انتقادی دیگر آن سوی گالری. دب کسیس عکس چاپ شده خود را به سبک اثر معروف اندی وارهال از مریلین مونرو ارائه می‌دهد. از این طریق با یک لحن فمینیستی انتقاد از هنر پاپ را مطرح می‌کند. در تعریف موزه ملی پورتری آمریکا نوشته شده محل نمایش پورتری چهره‌های معروف آمریکا. حال اینکه موزه با نمایش این پورتری‌ها به تعریف خود تعریفی دوباره دهد، چالشی ستودنی است و تناقضی زیبا. ماندانا تدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.